دوستای عزیز سلام، وقت همه شما بخیر. آرزوی سعادتمندی همه شما دوستای نازنین ندارم. افغانای گل ما هر گوشه از دنیا هستین، آرامی و سعادتمندی شما را آرزو دارم. امروز من واسم توفیق حیدری هستم خدمت شما دوستای نازنین از دریچه کابل قدیم و میخوایم روی موضوع دو موضوع البته یا دو شخص میخوایم گپ بزنم. یکی امی قمندان طالبان است یا یک رهبر یکی از شاخه های طالبان است که در امریکا زندگی میکنه. درست نامش هم نمیفهم، فکر کنم آبیدی است. چی است که چند پیش اینا در رسانه یک صحبت هایی کرده بودن که واقعا یک از دید منطق کاملا غیر منطقی. و در پالوی از این شخص دوم که است البته جمیل قادری است که به اصطلاح خودشان یک بچه گفته یگان تا روشنگر یا یک بچه که میخواه یعنی مردم به یک شکل آگاه بسازه. روی دو شخص صحبت میکنم، امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و از تمام شما دوستای نازنین میخوایم که وقتی که ویدیو رو میبینین کامل تماشا بکنین و در پهلوی ازی شما میتونین که نظریاتتان در کامنت نوشته بکنین. اگر برنامه ها مناسب است، اگر برنامه ها کمی و کاستی دارم میتونین شما کامنت هایتان رو بتین که کاستی های برنامه البته در برنامه بعدی گرفته شد و برنامه خوبتر تقدیم شما دوستای نازنین شد. خب دوستای نازنین باز هم خوش آمدین. چند قبل شما در رسانه ها دیدین که یک کسی که یعنی ادعای مسلمانی رو میکنه یا مسلمان بوده رو میکنه امو ریش مانده و صاحب لنگوته زده، اینا آمد در رسانه ها سر صدا ایجاد کرد، البته در یک گفتگوی ویژه قرار داشتن که اینا دروازه های جنت البته در کابل دیده بودن. خب یک چیز است که یعنی سخنای کونا گفتن، حرفای کونا گفتن، تمام ما و شما میفهمیم که گپ منطقی نیست، گپ غیر منطقی، غیر اسلامی است و غیر انسانی است. که اونا میگه که دروازه های جنت فقط در کابل است. یعنی شما علیه کابل، علیه کسایی که در کابل زندگی میکنه یا نیروهای امنیتی هستن، یعنی اگر شما میخواین که جهاد بکنین و شهید شوین و برین به جنت، پس بیاین دیگه جهادتانه شروع بکنین. و خود ای جناب عالی هم در امریکا شیشته. امرای فامیل خود عیش و نوش میکنه و دیگر روان میکنه که شما برین جنت میخوای برو، برو خیده کابل برو که امو کوتاه‌ترین راه رسیدن به جنت اونم موچه است. خب این خود تمام ما و شما میفهمیم. حالا الحمدلله که مردم ما آگاه شده و تعداد یعنی در مجموع براتان بگویم، یعنی یک طفل هم اگر شما ببین امروز وقتی که نظر از اینا رو میشنوم مطمئن هستم که تو فلعنت برای اینا میکنه، برای اینا لعنت میفرسته. و اگر بزرگان بگوین، خب این چیزی است که ما البته از اونا دیگه گله نداریم و کسایی هستن که همیشه خواستن که قتل و قتال بکنه، همیشه بکشه و امروز هم امو کارشان است و امو هدف خدا میخواد تعقیب بکنه. در حالی که در کابل که ما زندگی میکنیم و هستیم، علمای بزرگ وجود داره. کابل یا افغانستان یک کشور اسلامی است، پایتخت اسلامی است خود کابل، یعنی اینجا کدام کار خلاف اسلامی وجود نداره که ما بگیم که والا علی ازی باید جهاد صورت بگیره. و اگر در صورتی که مثلا کارهایی که خلاف یعنی معیارهای اسلامی باشه یا مثلا یک کشور کفری است یا یک منطقه کفری است، اگر بگویی که جهاد، خب او هم از خود شرط و شرایط داره. البته از لحاظ اسلام ما صحبت میکنیم، یعنی کسی که میاد وقتی که ادعای مسلمانی میکنه و اینجا جهاد اعلان میکنه باید اونا بشنون بفهمن خب از لحاظ اسلامی چی، از زمانی که تو یعنی در گذشته ها قسمی که صورت می گرفت وقتی که کشورهای کفری یا امپراتورای کفری که مثلا موجود بودن، خب پیامبر بزرگ اسلام چی میکرد؟ اول تا زمانی که از اون طرف کدام تجاوز صورت نمی گرفت هیچ کار به کارش نداشت. تا زمانی که مسلمانایی که در اوج زندگی میکرد مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفت هیچ کدام کار نمیکرد. اما زمانی که میدید که مسلمانایی که در اوج است آزار و اذیت میشه یا از طرف او امپراتوری کفری حمله ای صورت گرفته، تجاوز صورت گرفته، باز اینا میرفتن در مقابلشان قدم میکردن که اول در قدم اول میخواست که ایره از راه مفاهمه، از راه گفتگو ایره حل بکنه که اونا رو به دین اسلام دعوت بکنن که شما بیاین اسلام قبول بکنین. در صورت که اونها کار نمیکردن باز جهاد علیشان اعلان میشد و میرفت و تسخیر میکرد و مسلمانایی که در اوج بود از ظلم و جبر اونا رو نجات میدادن. اسلام واقعی
یعنی دین صلح است، دین اعتدال است، دین منطق است. یعنی در اسلام خشونت یا چیزی را که امروز اینا به نام اسلامیه برا انداختن به کار میگیرن اسلام نیست. فقط از نادانی مردم، از نادانی یک تعداد استفاده سو میکنن و اونا را به یک شکل بر از اونا میفهمانن که والا ایجایی رقم است، شما باید جهاد بکنین. و اکثر افراد که در پشت از اینا ایستاده هستن کسایی هستن که تعلیم درست ندارن و آگاهی دینیشان هم خیلی ضعیف است، یا که هیچ نداره یا اگر دارم خیلی ضعیف است. و اونا میان در پشت از اینا ایستاد میشه و به اصطلاح خودشان میخواه که جهاد بکنن. این جناب عالی که آمده جهاد اینجا فتوا میته، خودت در کشور امریکا زندگی میکنی، از شراب و کبابش نوش جان میکنی، از اکسیژنش، از هوایش استفاده میکنی. خب در اوج دیگه خود نمیتونی دیگه، زورت نمیکشه، کشور کفری هم هست دیگه، در اوج جهاد نمیشه، اما در افغانستان باید جهاد شود. خب یک چیز است که ما پیشترم گفتم که اگر از طفلم بگوییم، اگر بزرگم بگوییم، خب به یادم یک طفل لعنت میفرسته، میفهمه که یک آدم منافق است، فقط میخواد که جنگ شعله‌ور باشه تا اینکه اینا منفعتشان از دست نتن. خب یک طرف موضوع است. حالی که آمده جمیل قادری روی به اصطلاح خودش خیلی احساساتی شده، آمده گفته های این آدم نقد میکنه، یعنی مشرک آمده گفته های منافق نقد میکنه. ما وقتی که مشرک میگم، دوستای نزدین، شما ویدیو قبلی مرا دیدین، یعنی در مجموع کسایی که در چینل معصن فالو میکنن و ویدیوهای مرا دیده، من تا زمانی که یعنی دقیق روی یک موضوع فکر نکنم یا گفته های یک نفر درست نشنوم، من هیچ وقت این رقم کلمات استفاده نمیکنم. من زمانی که میگم مشرک، یعنی من به تمام این گپم من ثبوت دارم. یک ویدیو کوتاهش شما در اینجا ببینین که یادم در ویدیو کوتاه خود چی میگه. میگه که یعنی خطاب به می منافق میکنه، میگه که اگر جنت وجود داره، اگر مطمئن هستی که جنت وجود داره، پس خودت چرا جهاد نمیکنین؟ شما در اینجا ببینین، اگر خودت مطمئن هستی که جنت وجود داره، پس چی بات میکنی در امریکا نشستی؟ خب، ای با این کار خود چی رو ثابت میکنم؟ یعنی به این کار خود که این آدم نقد کرده که والا تو دگرها را تشویق کردی به جهاد و تو خودت چرا جهاد نمی کنی، تو خودت چرا نمی خواهی بهشت بوری. خب یعنی به اصطلاح خودش البته که نقد کرده که طالبا اگر این کار را ببینه، گفته در آخر ویدیو خودم میگه که والا این اگر ببینه دیگه مرا میگه که به چی یک جوان وجود داره دیگه، ما سلاح را مندازیم میاییم در پشت جوان استاد میشیم. وقتی که ما میگم شرک یا مشرک، یعنی شرک آوردن است، یعنی به چیزی که تو یعنی شرک میکنی، شک میکنی، به او میگه شرک. و کسی که این عمل انجام میده او را مشرک میگه، یعنی کسی که عمل شرک انجام میده مشرک میگه. این میگه اگر مطمئن هستی که جنت وجود داره، یعنی جنت وجود نداره. این رقم یک چیز میگه. خب این خیلی از دوستای ما مطمئن هستم که در پایین ویدیو از یادم کومنت مانده و چک چک کردن، کف زدن که من بازم متاسف میشم و متاثر میشم، چرا که من همیشه از عزیزا خواستیم که شما زمانی که یک ویدیو رو میبینین پیش از یک کومنت بتین، یا منفی یا مثبت، کوشش بکنین که این ویدیو رو پیش خود یک چند دقیقه تحلیل بکنین، فکر بکنین که معنای گپ از چی است. مثل که من پیشتر این ویدیو رو یک دوست دیگه ما دید، میگه که خب این خود در مورد طالبا گفته دیگه. ما گفتم صحیح است، گفتم خیلی مردم فکر میکنه که در مورد طالبا گفته، اما این چیز دیگه است. وقتی که تو میگی جنت وجود نداره، پس به این معنی که تو یک آدم مشرک هستی، یعنی تو به جنت عقیده نداری. ویدیوی بعدیش شما ببینین که چی میگه دوستای نزنین. میگه که اگر شما اینقدر علاقه به شیر و عسل دارین، یعنی شما خدا میکوشین میرین میگه میخواین به جنت برین و یه شیر عسل نوش جان بکنین، خب برین دیگه کمر همت بسته بکنین، کار بکنین، شیر عسل بخرین دیگه از بازار. ده اینجا ببینین شما پشت شیر دق شدن که جویای شیر از جویای عسل است. خب برادر کار کو، غیرت کو، کمرت بسته کو، برو عسل بخر، برو شیر بخر، بخو قدر دیوانه شیر و دیوانه عسل اگر هستی. در مورد شیر و عسل میگه که برین کمر همتتان رو بسته بکنین،
برین بخرین دیگه شیر عسل دیگه. چرا منتظر از ایشتین که در بهشت برین در اوجه؟ یعنی به خاطر شیر نوشیدن و عسل خوردن در بهشت شما میایین خدا میکوشین که ما میریم در بهشت میریم. خب یعنی دمیجم بخورین دیگه، کمرتان رو بسته بکنین، کار بکنین، پیسه پیدا بکنین نمیجه. خب این یعنی بی منطق بودن این انسان نشان میده. خب اول این رو باید بفهمیم که تفاوت وجود داره. یعنی تو میایی مقایسه میکنی، یعنی خوردنی که در دنیا وجود داره تا خوردنی که در اوج وجود داره، این رو میایی مقایسه میکنی. و ثانیا این رقم میگی که یعنی کسایی که پولدار هستن، یعنی کل چیزی که در خدمت شان هست همیجه دیگه، یعنی میگه بهشت شان هست دیگه، نیاز به بهشت رفتن نداره. یعنی غریب دیگه گفته یکان تا همی دنیا هم برشان دوزخ هست و دنیا هم دوزخ هست، اما کسی که پول داره دیگه میتونه همو شیر تفاوت نداره دیگه، شیر اصل و هر چیزی که هست همیجه بخورین خلاص همیجه بهشت دان. متاسفانه یک چیزی رو که من باید بگویم که دنیای فعلی با دنیای ابدی 50-50 است. این باید برای معلومات عزیزا بگویم و برای معلومات همی قادریه که متاسفانه یعنی مشرک است و به شرک رو آورده. یعنی ما در این دنیا باید خوب زندگی بکنیم و در اون دنیا هم خوب زندگی بکنیم. در این دنیا هم باید حسنات و نیکوکاری خوب بکنیم، کار خوب بکنیم که این دنیا هم برای ما بهشت باشه و در اون دنیا که باز از عذاب جهنم از اینا به خداوند پناه میبریم. یعنی این نمیشه که ما این دنیا را به خاطر اون دنیا خراب بکنیم که بگیم که الان روز مثلا یک تعداد هستن که افراط میکنه در عبادت، یعنی همیشه کاربارشان عبادت است. ایگه پاس یعنی خداوند تا چیزی را نخواسته، خداوند فقط هر چیزی را در حد تعادل خواسته. وقتی که میگیم دین اسلام دین تعادل است، به این معناست که یعنی باید در اینجا ما تعادل حفظ بکنیم، عبادت هم میکنیم، کار خیر هم بر مردم انجام میتیم، به تفریح خودم میریم، به کار خودم میریم. و دین اسلام چقدر یک دین زیبا، پاک، مقدس است. یعنی زمانی که تو نماز میخونی عبادت است، زمانی که تو کار میکنی عبادت است، زمانی که تو به والدینت رفتار نیک میکنی عبادت است، زمانی که تو به هم نوان خود کمک میکنی عبادت است. یعنی تنها عبادت به نماز خواندن نیست، یعنی عبادت یعنی کارای نیک. این تمامش چی است که یعنی تشویق میکنه، یعنی دین اسلام پیروای خود تشویق میکنه به عمل نیک. یعنی زمانی که شما عمل نیک انجام دادین، پس جای شما کجاست؟ بهشت است که 100% بهشت است. مثل اینکه ما شما درس میخونیم، درس خوب خواندیم، نتیجه خوب میگیریم، اگر درس خوب نخواندیم مطمئن است که ناکام میمانیم. چیز دیگه که اینا میگن خب از شیر و عسل و نمیفهمم از این موضوعات میه باز ایجه میگه که اگر خدای وجود داشته باشه. ایجه ببینین چی میگه. سبار از اگرم خدای وجود داشته باشه از گردن تو محکم میگیره، میگه تو خره روان کردی در جنت یا انسانه؟ خب شما فکر نمیگنید یعنی تمام گفته هایی که اینا یعنی در این برنامه خود اینا صحبت کردن دیگه کردن یعنی دلالت به شرک نمیکنم و 100% میکنه. میگه اگر خدای وجود داشته باشه، پس از تو با سوال میکنه که توی یکم نفرها رو چطور داخل جنت روان کردی؟ یعنی خدا وجود نداره دیگه. اگر داشته باشه باز وقت شاید از تو سوال بکنه که تو چی رقم نفرها رو گرفتی داخل جنت روان کردی؟ خب بعد از این گفتش چیزی را که اینا در برنامه خود گفت، یعنی اگر خدای وجود داشته باشه، خب ما به یک عقیده رسیدیم که این آدم یعنی آتئیست میتونیم برش بگویم، به خاطر ای که اگر شما دین مسیحیت هم ببینین اونا هم به خداوند عقیده دارن، اگر مثلا بودیزم هم ببینین اونا هم به خدا عقیده دارن، اگر یهود هم ببینین اونا هم به خدا عقیده دارن، یعنی تمام ادیان که وجود داره اینا به خدا عقیده دارن، یعنی به خب به طریقهای مختلف البته. اما زمانی که یادم میگه که خدای وجود نه اگر داشته باشد، یعنی مطمئن نیست و شرک داره، که یعنی خدا وقتی که میگیم اگر باشه یعنی که نیست دیگه، پس دیگه به یک نتیجه میرسیم که آدم آتئیست است.
خب حالا خودت به هر دین و به هر مذهبی که هستی، به هر دینی که هستی یا هیچ بیخی بی دین هستی، هر چیزی که هستی، اما این حق نداری، اما این حق نداری که تو به دین دیگه توهین بکنی، دین دیگه را تحقیر بکنی، پیروان از او را یعنی توهین بکنی و تمسخر بکنی. این حق نداری هیچ دین دیگه. یعنی دین اسلام، اگر تو پیرو دین اسلام هستی به مسیحیت نمیتونی توهین بکنی، به یهودیت نمیتونی توهین بکنی. خب درست است رایشان از نظر دین اسلام رای مسیحیت اشتباه است، از نظر دین مسیحیت یهودیت اشتباه است، از نظر یهودیت مثلا بودیزم اشتباه است. خب هیچ کس به کس دیگه این حق نداره که توهین بکنه و بقیده از او توهین بکنه و تمسخر بکنه. تو باید یه جا موقف اول مشخص بکنی که تو کی هستی، یعنی به کدام دین هستی. چرا کسایی که تو رو تعقیب میکنه حداقل باید بفهمن، مثل که خودت میگی که والا پشت مولوی زمان که در نماز جمعه میرین شما نماز میخوانین، حداقل مولوی تان رو بشناسین که اونا در کجا رفتن، در 16 سالگی خیف پاکستان نرفتن. خب پس مردم یک قدره که از خودت باید بفهمه که تو و کدام دین هستی یا هیچ نداری. در یک قسمت دیگه اینا میگه که اگر حور وجود داشته باشه، اگر حور بدبخته که میگه وجود داشته باشه، یعنی با این که عذاب شده می کسایی که مثلا طالب از هر کسی هست، یعنی اینا به امید از این که ما به بهش میریم یه خود یه تا کار را میکنه، باز میگه اگر حور وجود داشته باشه، یعنی اون باز میگه همراه تو در اینجا ببینیم. شما فکر کنید که حور بهش چقدر بدبخت می باشه که با او قدر پاکی و تمیزی اگر وجود داشته باشه بیایه پیش اینی نفر. دیدن شما دوستاد که خودتان، یعنی این تمام موضوعات را که من یا تمام ویدیوهایی را که من نشر میکنم، این چیز نیست، از کلپ خودش گرفته شده، از برنامه خودش گرفته شده و تمامش بازم گفتم دلالت به این میکنه که یه آدم دو موضوع است، یا مشرک است یا ای که آتیست است. یعنی مشرک در صورت اگه است که یعنی بنام اسلام است اما شرک میاره، اما آتئیست کس است که به هیچ چیز باور نداره و به خدا هم باور نداره. باز میان یک قسمت خیلی اما تو با اعتماد به نفس میشینه و سعی اما گفته اگه انده گلون آمینه من قدر میپندانه، میگه که از برکت من، از برکت من. ببینید چقدر یه آدم یعنی خودخواه، چقدر با اعتماد به نفس. خب اعتماد به نفس خوب است اما نه به این اندازه دیگه. البته اعتماد به نفس کاذب است دیگه. فقط همین شنیدن که هی اگر تو اینو میرقم صحبت بکنی ویدیوهای تو خیلی خوب بیننده میگیره، نه اون چیز نیست برادر. تو کوشش بکن که درست گپ بزنی. ای کاش تو یک سواد مکمل میداشتی و این رقمی هم صحبت میکردی، که تو حتی سواد مکمل هم نداری. و ما فکر نکنم که مثلا شش هفتم خواندی یا نخواندی، به خاطر کیرم بر ثبوت میکنم که چرا من این گپ میزنم. یادم میگه که به یعنی ما تلسم را که یعنی شکستاندیم، یعنی خیلی جوانا از برکت ما امروز میفهمه که حور بهشت فاحشه است. استغفر الله، البته از زبان من نه، زبان اینا که چیزی گفتن، من او رو برای شما میگم، شما خودتون دیگه ببینین تمامش، یعنی که پایشه من بر شما دانه دانه نشر میکنم. و میفهم مطمئن استم که یک تعداد جوانای زیاده امی تلسمی که در مغزشان بوده به توکل خداوند و به کوشش و کمک من اینمی حور بهشت فهمیدن که فایشه است. خب دوستا، تمام ویدیوهایی رو که من بر شما دوستا نشر کردم از خود یادم، اما چیزی که من در ابتدا گفتم که یادم مشرک است بر شما هم ثابت شد. حالا من از شما بیننده عزیز میخوایم، از عزیزایی که مطمئن هستم افغانای دوست داشتنی ما که چینل هر افغان خدا در هر گوشی از دنیا که هست میره یک بار سر میزنه میبینه که در مورد چی صحبت کرده، چی گفته. خب طبعا وقتی که شما میان چینل مرا میبینین، برنامه مرا میبینین و میرین چینل برنامه از اونا را میبینین و دیدین، من از شما فقط یک خواهش دارم که بیاین تحریم بکنین، نه تنها ایره، یعنی هر کسی را که شما میبینین که خلاف اصول پیش میره، پس امیری کوشش بکنید تحریم بکنید. تحریم به این معنی نیست که شما برین صاحب امرای زونا گفته اگان تا به مصطلح ما دانددان شوین و دو بزنین دشنام بتین دیگه بکنین.
با کومنتتان اول شما میتونید که اینا رو تحریم بکنین و با ای که شما زمان که اینا رو فالو کردین یا سابسکرایب کردین میتونید که انفالو بکنین، انسابسکرایب بکنین و ویدیوهای ای افراد نبینین تا زمانی که مشخص بکنه راه خدا. راهش مشخص باید، یعنی هدف ما ای است که یا بیا یک از این شرگویی خود توبه کنه یا بیاید توبه بکنه که من اگه اشتباهی کردم توبه میکنم، یا ای که حداقل بیاید بگوید که من مسلمان نیستم، من جزء دین دیگه یا پیرو ادیان دیگه هستم. من این گپ به خاطر از این میگم دوستای نازنین افغانای گل، من اینو به خاطر از این میگم که یعنی زمانی که ویدیوی این شخص و افراد که مثل از این آدم هست، زمانی که اگر طفلای شما میبینه، زمانی که نوجوانا مثلا ایره میبینه، مطمئن باشین که اینام به مو را حرکت میکنن، یعنی به طرف شرک میره. اینو شما مطمئن هستم که میفهمین، یعنی اطفال از زمانی که مثلا سن 7-8-9 از 9-18 سالگی ذهن از اینا یعنی در خم و پیچ است، یعنی به هر طرف که شما اونا را بکشانین به مو طرف میره، یعنی تربیه به هر شکل تربیه میکنین و هر رقم ذهنیتی که برای زنابتین اونا به مو طرف حرکت میکنن. یعنی با این دیدن این رقم ویدیوها اونا خدای نخواسته دچار شرک میشن، دچار دراهگی میشن، دچار حتی بیراهگی میشن. ما به او خاطر میگیم که چینل ای گونه افراد ان سابسکرایب یا ان فالو کنیم. خب از این موضوعاتش میگذاریم و که این آدم چقدر شرک گفت و شرک گویی کرد. آمده در قسمت میگه که پست‌ترین مردم دنیا میگه ما افغان ها هستیم. دیگه ببینیم. پست‌ترین مردم دنیا بخوایی نخوایی ما و شما هستیم. بخوایی نخوایی ما و شما هستیم. من معذرت میخوایم دوستای نازنین، این فقط صحبت های از اینا هستن که چون این چیز گفته که من او رو تکرار کردم بر شما. من میگم که ما خوبترین مردم دنیا هستیم، ما مهمان نوازترین مردم دنیا هستیم، به استثنای 1% یا 2% یا 3%، یعنی امو گروه های مخالف ما که هستن. اما این از دید خود میگه. امو یک شعر کوتاهی که هست که میگه هرچی در فهم تو آید آن بود مفهوم تو، یعنی یه بندازی امو منطق خود میگه دیگه. و یه جناب اینو ما بر خودت میگم قادری که تو یه حق نداری که بوی ما، خب من پیشترم گفتم که یعنی شاید که تا صنف 6 یا 7 خوانده باشی به خاطر خودت امی جملای مفرد و منفیره مفرد و جمع نمیفهمی که ما وقتی که میگیم یعنی جمع، یعنی کل دربر میگیریم. اما اگر هدف تنها خودت بوده که مطمئن هستم شاید خودت بوده باشه، خب بگو ما، نگو که ما. و اگر خودت که میگی که ما، یعنی هدفت خودت هستی تنها، دقیقا بازی آدم متاسفانه با مزردی آدم بی سواد میایه مردم هم میگه که او مردم من خب بر شما برنامه جور میکنم، شما چی کار دارین که نمیین برنامه مرسایی نمیگایی نه؟ روز تا شما این طرف برو او طرف برو 15 دقیقه وقت نداری که برنامه مرسایی کنی؟ کلتون بیکار بیروزگار هستین، البته از دید از یادم دیگه کلتون بیکار هستین. بیاین کدام کار ضروری بهتر از یه که تو به برنامه مرسایی کنی؟ جمیل قادری برنامه مانده، چی یک برنامه واقعا؟ تمامش مزخرفات، تمامش چرندیات. بیای برنامه یه آدم ببینه که والا چی گفته، بیای او برنامه ببینه که خود این نفر بیننده رو توهین کرده که برازی خطاب کرده که تو پسترین آدم هستی میگه. نه تنها او بیچاره را، تنها او بیچاره را توهین نکرده، پدر از او بیچاره را پست خطاب کرده، مادر از او را پست انتخاب کرده، اولاد، خواهر، برادر تمامش پس خطاب کرد. اینجا ویدیوی کوتاهی شو ببینیم. چی وظیفه دارین؟ چی کار مهم دارین که 15 دقیقه ویدیوی ما رو نمی‌بینین؟ من پیشتر گفتم که این آدم بی سواد است، یعنی تا صنف 6 و 7 هم فکر نکنم خوانده باشه. من گفتم ارگپ را که من میزنم البته یک دلیل برازو دارم. اینا یک کلپ از یک ملای ایرانی رو میمانه و بازدوجه میگه که
یعنی گفته های زیر دوباره البته تکرار میکنم، میگه که توسعه میکنه به زنای ایرانی. افغانستان فتح شد دیگه، افغانستان فتح شد در به طرف ایران. من از خود سوال میکنم، تا بالا تو فکر کردی یعنی چیز را که خودت گفتی یعنی مفهوم از اون دقیق درک کردی که چی است؟ اگر کردی لطفا خیر یک کومنت نوشته بکنم چیز را که خود دیگه گفتی که توسعه میکنه، امیره اون معنای مکمل شدم پایین نوشته بکن دیگه بازم ببینین که چی میگه. توسعه میکنه که اگر او عربایی که توسعه درست شنیدم مام نه؟ شما مطمئن هستم شنیدین؟ بازم ببینین چی میگه. توسعه میکنه که اگر او خب من به این خاطر میگم خودت بی سواد هستی، من به این خاطر میگم که خودت یک آدم بی منطق هستی. من به خاطر دوباره یه تکرار ماندم که من اشتباه نشینده باشم. حالا بیایی سوا روز نمیگه که الان تلفظ وقتی زمانی که گپ میزنیم یا صحبت میکنیم باید متوجه این موضوعات باشیم. وقتی که ادعای زیر داریم که ما کسی هستیم که میخواییم که فکر جوانان را این رقم بکنیم، صحب در مورد دین یک دین گپ میزنی، در مورد یک مذهب گپ میزنی، پس تو باید یک آدمی باشی که حداقل 90% روی موضوعات تسلط داشته باشی، که متاسفانه 5% هم نداریم. ای بیچاره تا به امروز تفاوت بین توصیه و توسعه را نفهمیده. برادر حالا من برات میگم توسعه وسعت دادن را میگه، توسعه وسعت دادن، اما توصیه چیز؟ یعنی به زمانی که تو بر یک نفر ابراز نظر میکنی، نصیحت میکنی، نظر بر از او میدی، یعنی در یک مورد خاص بر از او توصیه میکنی. مثلا دکتر یک نمیفهم تابلیت یک چیز را بر مریض میده، بار بار توصیه میکنه که تو اینی را دینی زمان باید ایره بخوری. و مثل که من بر شما دوستای نازنین، بر شما بینندای خوب توصیه میکنم که جمیل قادری و افرادی که مثل از اینا هستن اینا را تحریم بکنین، ان سابسکرایب بکنین، ان فالو بکنین و همچنان ویدیوهای از اینا رو نبینین تا زمانی که اینا برای درست نبینین. افغانای عزیز، ما پسترین نیستیم، ما بهترین انسانای روی زمین هستیم، بهترین، خوبترین، دلسوزترین، مهربانترین و مهمان نوازترین انسانای روی دنیا ما هستیم. از همه شما خوبا تشکر، تا برنامه بعد خداوند یار نگهدارتان.